دوستان عزیز، بهتون روز بخیر. دوباره میگم و ادامه میدیم کارمون رو با صفحه 153، اگه اشتباه نکنم 153، بله 153، و ادامه میدیم با فخ بگریف یا فخ بگریف. بگریف داشتیم، حالا بگریف حرفه‌ای و فخ بگریف لغات تخصصی. اوکی، اولش میگه که übersetze، Mutterjemon übersetzen verwenden spezielle Wörterbücher, um zum Beispiel medizinische, juristische oder technische Fachbegriffe nachzuschlagen. Mutterjemon از کتاب لغت‌های به خصوصی استفاده می‌کنند که این کلمات پزشکی و حقوقی و تکنیکی رو چیکار بکنن؟ نخشلاگن بکنن. نخشلاگن به معنی اینه که کتابی رو وا بکنی، یه سری توش بزنی، نگاه بکنی. از با شلاگن کتک زدن هیچ ربطی نداره. زندن من شلیگت این بوخ آف، یه دونه کتاب آدم باز میکنه، میخونه، اون دن شلیگت من دست بوخ ویدر چو، اون لیگت از زور زایته، من شلیگت از ویدر این بیشه رگال، اون ون من دست بوخ ویدر راوز هولد اون کورتز اتواز نخشاون مخته، dann schlägt man nach einem bestimmten Wort nach. Also das nennt man nachschlagen. Kurz aufmachen, etwas lesen und wieder zur Seite legen. Es ist nachschlagen in einem Buch. Was Bokotakori rabti nadari mo inja. Okay, mochi mitunim begin. Mo migin betore mesal. Gewiefte Sprachmittler, also bei der Übersetzung, Mutterjemon, mit dem Begriff Sprachmittler, also gewiefte Sprachmittler, verwenden Fachwörterbücher, um die fachspezifische Termini korrekt zu übersetzen. Okay, in Mutterjemon, die Herfei hasten und Zirak hasten, استفاده میکنن از کتاب لغت های تخصصی که کلمات فخش سپسیفیش متخصص اون کلمه هست درست ترجمه بکنن. Für nahezu jeden Beruf oder Branche gibt es heutzutage spezielle Fachwörterbücher, die gerne als Nachschlagwerk benutzt werden. برای تقریبا هر شغل و یا کاسبی، برانش، رشته کاری، امروز کتاب لغت های تخصصی وجود داره که به عنوان نخشلاگ ورک میتونه استفاده بشه. ورک اینجا به معنی اثر هستش. مثلا برومتست ورک فون سعدی زند بوستان اون گلستان. مثلا این ورک وقتی که یه شاعری چیزی میمیسه، این ورک با کارخونه ربطی نداره، بلکه با اثر ادبی یا اثر کتاب منظور هستش، اثری که آدم خودش باقی میذاره. گویفت به معنی افارن، شلاو، کلیور، رفینیرت هستش. رفینیرت از رفینیرت سوکر یا رفینری نمیادش که به معنی معدن نه پالایشگاه هستش، بلکه رفینیرت اینجا از رفینسه میاد. رفینسه یعنی خیلی زیرک و چالاک و باهوش بودن هستش. همه دوز و کلک همه چیز رو دونستن، دستیس این رفینسه، پختگی به خصوصی با خودش میاره، رفینسه. اوکی، حالا مثل من کلمه دترمینوس، جمعش هم میشه دترمینی. نگاه کنیم ببین، زینگولرش میشه دترمینوس، پلورالش میشه دترمینی، گنیتیوش هم میشه دسترمینوس. اینو داشته باشین، از میام تلفظش فلکسیونش هستش. مدیسینیشه ترمینی دی ارزه فرونتن ون سی میتنهندر شپرهن زین فی پاسینتن افت اونفرشتندیش. اصطلاحات پزشکی که پزشکان استفاده میکنن وقتی با هم صحبت میکنن واسه بیمارها غیر قابل فهم هستش. اونفرشتندیش، das kann man einfach nicht verstehen, was die miteinander besprechen. Okay. Die medizinischen Fachbegriffe sind für die meisten Menschen unverständlich. Man nimmt dann die Genotypen wegen, weil die so da sind, die da mal was gerade andere.
Gang gegeben. Die Ärzte, Juristen und Beamten unterhalten sich untereinander in Fachchinesisch. Doktor Ha, اسمشون چه یوریستن حقوقدان ها و کارمندهای دولت وقتی با هم دیگه صحبت میکنن زی unterhalten sich untereinander also nicht miteinander natürlich die können sich auch miteinander unterhalten aber untereinander یعنی بین خودشون نه که با خودشون بلکه بین خودشون صحبت میکنند از چی کار میکنن؟ فخ شینیزیش صحبت میکنن. صحبت کردنشون مثل چینیایی هست. این اصطلاح هستش بازار فخ شینیزیش. اینم یه روز ممنوع میشه میگن راسیست نجات پرستی هستش. داریم به چینی ها بعد میگیم به زبان چینی. ولی خب این اصطلاح وارد زبان آلمانی شده. فخ شینیزیش یعنی یه جوری آدم حرف بزنه که هیچکی نفهمه. مثل زبان زرگری مثلا ما داریم. زرگری هم فخ. فخ طلا فروشی هستش ترمینولوژی تمام جمع هرچی ترمینی هایی هستش که مثلا در مدیسین در یورا این چیزها استفاده میشه بهش میگن ترمینولوژی مدیسین هستش طرز صحبت باز همون ورچتس اون رشته میشه Im Laufe des Studiums erlernt man die Terminologie, die in jeweiligen Fach verwendet wird. در طول تحصیل آدم ترمینولوژی فرهنگ لغات اون رشته رو یاد میگیره که داره توش تحصیل میخونه که استفاده میکنه فرهنگ لغات هم میشه گفت بهش گنجینه لغات هم میشه گفت ورچتس هم میشه گفت به ترمینولوژی Spezialisten verwenden für medizinische Terminologie die komplexen Begriffe, die nur in den Fachzeitschriften zu finden sind. Und ich möchte das sagen, weil فرهنگ لغات پزشکی که توی که کمپل که اصطلاحات به خصوص رو توضیح میده در Terminologie, die in komplexen Begriffen, die nur in Zeitschriften zu finden sind. Auch lasse und als in Kalamot استفاده میکنن, als in Kalamot جوری استفاده میکنن, که فقط در مجلات تخصصی قابل پیدا کردن هستن. Grundlagen der medizinischen Terminologie sind sowohl die lateinische als auch die griechische Sprache. پایه فرهنگ لغات واژه های پزشکی چی هستن؟ کلماتی هستن؟ اصطلاحاتی هستن که در لاتین و یونانی پیدا میشن یعنی سرچشمه دارن از اونجا گروندلاگه پایشون در لاتین و یونانی هست کسی که میخواد پزشکی یاد بگیره اول باید بره زبان لاتین یاد بگیره اوکی دوستان اینم تا اینجا بعدش میدیم با فرمت ورتا ادامه میدیم وقتتون به خیر باشتا اون باید